و من ها ربکم مشرک و من رد علیکم فی اسفل درکن من الجهیم حالا چقدر جالبه دنبالش میریم تو زیارت جامعه دیگه غرق میشیم نمیخوام اینا رو بهش بپردازم که همه اینا اشهد و انه هازا سابق لکو فی ما مزا و جارن لکم فی ما و بقیه و انه ارواحکم تا بره اون آخر خب این ماله یه قسمت از زیارت جامعه باز رها میکنیم میریم یه قسمت دیگه پر از زیارت جامعه از این معانی از این ارزم به حضورتون حرفا میخونیم و اشهد و کم انی مؤمنون بکم من خود شما ها را به شهادت میگیرم اشهد الله و اشهد و کلمشو جا انداختم اشهد الله من خدا را به شهادت میگیرم من خدا را می میگیرم و اشهدو شما را به شهادت میگیرم انی مؤمنون بکن که به خدا قسم به خودتون قسم من به شما ایمان دارم و به ما آمنتون به و به اون شماها ایمان دارید من به اونام ایمان دارم کافرون به عدو بکن و به ما کفرتون به من کافره به دشمنان شما من دشمنان شما را انکار میکنم ممکن نیست من یه فضیلت برای دشمنان شما بیان کنم کافرون به عدو بکن خدمات اومر ابن الخطاب خاکتون سر تو یه شیعه کنن که میگه اومر ایرانی رو مسلمانشون کرد خب میخوام ببینم ما ایرانی ها دینمون اینم یه مسخر حرف مسخره ایست که صدها بار زدن مرهون خدمات و جنگای اومر ابن چه جنایاتی کرد در ایران فقط کتابخانه های ایرانی و تمدن ایرانی ها رو نابود کرد چه کشتارهایی کرد عمر ابن الخطاب در ایران خدا لعنتش کنه ما شیعه هستیم یا اهل سنت ما شیعه ایم و خلیفه دوم اومد ما شیعه مون کرد آدم جاهه یه چیز کلی میگیم ما رو مسلمون کرد چه مسلمونی؟ مسلمان شیعه؟ مسلمان سنی؟ بله اهل سنت مدیون عمر ابن الخطاب خب باشن ما که مدیون اونی سیمان چسیم لعنش میکنیم کجا مدیون اونی ما دین اون از امیر المومنین داریم حالا قصهش مفصله مرحوم والد ما خدا رحمت کند ایشون یه توضیح مفصلی در شیعه شدن مردم ایران داشتن مردم ایران سنی شدن وقتی اونش اون حمله کرد به ایران یه تعدادی به خاطر اینکه تجاری بودن با یمنی ها در رفت آمد بودن اون ابتدا و یمنیام از شیعان امیر المومنین بودن اوائل کار چون امیر منطقه تبلیغیشون یمن بود پیغمبر امیر فرستادن سالها امیر در یمن تبلیغ میکردن در ارتباط با اونا ادهی محب اهل بیت شدن حالا یه کتابی است میارم معرفی می‌کنم بهتون به صورت رومان نوشتن یکی از محققین و علمای شیراز بسیار رمان قشنگی برای جوونا که حال خوندن معارف و کتابای علمی رو ندارن این رمان بسیار رمان مفیدیه خیلی هم زیبا نوشتن خیلی از این مطالب اعتقادی ما و مسائل تاریخی به صورت رمان در این کتاب است اگر یادم باشه انشالله فردا بیارم به عزیزان معرفی کنم اگر هم نیاز بود براشون تهیه میکنیم عزیزان بگیرن این کتاب مطالعه کنن بسیار زیبا هست به صورت رمانم هم هست خسته کننده هم نباشد ببینید چه اتفاقی افتاده این امامزادگان توی ارزم به حضور کوه ها و این طرف و اون طرف تو این شهر تو اون شهر ده ها و ده ها و صد ها امامزاده اینا ما رو شیعه مون کردن <تصفح> نه عمر ابن الخطاب عمر ابن خطاب کسی رو شیعه نکرده که عمر ابن الخطاب پیرو برای خودش درست کرده ما پیرو به او نیستیم این مقالطه چی اسم میکنید خدمات واقعا عجیبه واقعا عجیبه کافرون به عدو کم و به ما کفرتم به مستبسرون به شأنکم و به زلالت من خالفکم به گمراهی اونا من شهادت دارم خدایا من تو رو شاهد میگیرم ای اهل بیت شما رو شاهد میگیرم شهادت میدم به گمراهی دشمنان شما اینا گمراه هم اهل هدایت که نیستن اینا